28 آبان ماه 1400 خورشیدی و 19 نوامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر گفتگوی اختصاصی است با سرهنگ سپاه علی رضایی که تا سال 95 1395 جانشین اطلاعات سپاه استان اردبیل بودند ایشون. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. سرهنگ پاسدار علی رضایی متولد 1349 در اردبیل. خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای علی رضایی لیسانسیه جغرافیای طبیعی، فوق لیسانسیه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشجوی دکترای ناتمام جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با گرایش آمایش شهری بوده اید. ناتمام به علت زندان و شرایط نامناسب کشور و خروج اضطراری از کشور. عناوین مسئولیت‌ها و سوابق مؤثر: عضویت رسمی در سپاه پاسداران از اردیبهشت 67 تا اردیبهشت 95. سال بذاریم من قبل از اینکه به اخراج شما بپردازم، این عناوین مسئولیت‌ها یا عنوان مسئولیت‌ها درست‌تر رو من اشاره بکنم. مسئولیت مهمتون در سپاه چه بوده است؟ عضو گروه اعزامی سپاه به جمهوری آذربایجان در قالب مستشاری نظامی در طول جنگ اول قره‌باغ و مسئول بخش آمار و رایانه سپاه اردبیل از ابتدای ورود رایانه به سپاه، جانشین گروه اطلاعات رزمی تیپ 37 حضرت عباس اردبیل در سالهای 72 تا 74، مسئولیت واحدهای بهره‌دهی اطلاعاتی در پایگاه فرمانده پایگاه اطلاعاتی پارس‌آباد و افسر عملیات اطلاعاتی پایگاه اطلاعات برون‌مرزی آستارا و تدریس در رشته جنگ نرم و نیز دوره‌های عالی رسته‌ای در دانشگاه امام حسین اردبیل از سال 85 تا 64 از سال 64 تا 85، مسئول مدیریت ضد جاسوسی و نیز فرمانده پایگاه اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه در حوزه جمهوری آذربایجان و جانشین اطلاعات سپاه استان اردبیل. سال 95 شما آقای رضایی اخراج میشین از سپاه بر اساس بند جیم ماده 16 قانون استخدامی سپاه. یعنی این بند جیم ماده 16 هست: عدم التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و عدم رعایت موازین اخلاق اسلامی. اولا خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ثانیا سوال نخست: چرا سال 95 شما بازداشت شدین؟ شما 28 سال عضو سپاه بودین و در رده های مختلف تا جانشین فرمانده اطلاعات سپاه استان اردبیل پیش رفتید و ناگهان در سال 95، اگر درست میگم در سال 95 بازداشت میشین. چی بود ماجرا؟ خواهش میکنم بفرمایید. درود بر شما جناب فلاحتی و عرض سلام خدمت ملت تاریخ ایران در دایدهای دنیا، مخصوصا عزیزان داخل کشور. همچنان که فرمودید، من در سال 94 تقریبا آبان 94 پس از اینکه حدود کمتر از یک هفته چند روزی از انتصاب عملی هم به عنوان جانشین اطلاعات سپاه استان میگذشت، به حفاظت اطلاعات سپاه استان فراخوانده شدم و مشخص بود که بالاخره مواردی رو به دست آوردند و به اصطلاح تصمیم به جلوگیری از مسئولیت من در این پست داشتند. طبق معمول انواع اتهامات رو ردیف کردند و بر اساس اون چیزی که از شبکه‌های اجتماعی و به اصطلاح هک تلگرام و موارد متعدد آورده بودند، بنده رو متهم کردند که شما از در حوزه اعتقادی از عملی به اسلام و جمهوری اسلامی که من این رو بدعتی به نام بدعت حکومت ولایت فقیه میدونم، شما به اصطلاح مرتد به این بدعت هستید که قبول میکنم، لذا صلاحیت پاسداری رو دیگر ندارید. و حالا صحبتی که با من شد این بود که شما بازنشسته خواهید. خب در اون مقطع من
به دانشجوی دکترا بودم و کارهای پژوهشی متعددی رو انجام میدادم و خیلی هم مایل بودم که به فروق مختلف خودم رو از صفا بکشم بیرون. در سالهای گذشته تر هم این تلاش رو کرده بودم، لذا با این توافق که من بازنشسته خواهم شد به اصطلاح کنار کشیدم، اما در کمیسیون های بعدی که برگزار شد و مخصوصا کمیسیون اعتقادی سپاه که بیشواهد به دادگاه های تفتیش عقاید نیست، بنده مورد تفتیش عقاید قرار گرفتم توسط شخص آقای حاد صادقی که الان نماینده خامنه‌ای در سپاه هست و ایشون تفتیش دادن که شما از دین به اصطلاح داری خارج شده اید و سلب صلاحیت میشید. خیلی هم با جدیت پیگیر شدن، در کمیسیون های بعدی هم حکم به اخراج دادند، اما به این بسنده نشد. با وجود اینکه توافق شده بود که من بازنشسته بشم و اخراج کردن، اما به این هم بسنده نشد و شاید به خاطر اینکه من بیش از 20 سال در رده های سری کار کرده بودم، تلاش نمودن که من رو به نوعی حالا یا سر به نیست بکنن یا به زندان بفرستند و مدتی در زندان بمانم که شاید این اطلاعات از خودش رو از دست بدهد. خب پرونده های متعددی رو برای من ساختن همون روز بازداشت، و من همون روز قرار بود یه سخنرانی رو در سپاه داشته باشم، حدوده خداخونده غیر آمد لپتاپ من رو به اصطلاح بررسی کرده بودن، میگفتن که شما به اصطلاح کلاس هاتون رو که کلاس های اداره طبقه بندی هست در پاورپوینت در لپتاپ شخصیتون نگه میدارید و چون با این لپتاپ به اینترنت وصل شدید پس شما حتما اینها رو به خارج از کشور ارسال میکردید و کار جاسوسی انجام میدید. خب خوشبختانه این اتهامشون رد شد، چون واقعا هیچ ارتباط امنیتی من با هیچ جایی نداشتم و این اتفاق بود. باز به این قانع نشدند، بررسی حساب‌های مالی من رو کردند در اون مقطعی که من خونه رو می‌ساختم، بالاخره قرضی رو گرفته بودم، بیشتر اون رو هم پس داده بودند، فشار آوردن که شاید این رشوه بوده، لذا پرونده دیگری رو ساختم به دادسرای نظامی فرستادن که به بهانه اون رو به زندان بکشونن. باز هم موفق نشدند و البته پس از 2 سال دوندگی، حتی پس از اون 1 سال زندانی که بودم و برگشتم، این پرونده رو به اصطلاح تبرئه شدم. بار سوم طرحی رو چیده بودن که حالا ماهیت طرح بیشتر این بود که شبکه‌های اجتماعی من رو رصد می‌کردن که به قول خودشون باخسه ای رو بیل بزندند و کرمی را پیدا بکنند و این رو بهانه قرار بدن که بنده رو بفرستن زندان. خب طبق همه مردم چجوری در مثلا تلگرام در ده ها گروه و کانال عضو هستن، منم در چندین گروه و کانال عضو بودن، چه در فیسبوک و چه در تلگرام. یکی از این گروه ها به اصطلاح فعالان مدنی آذربایجان که اتفاقا افراد فرهیخته‌ای بودن، مثلا افراد شاعر پیشه و نویسنده و این طیف افراد بودن، با هم همصحبت می شدیم. اتفاقا این مصادف بود با درگیری که اون زمان بین نیروهای ارمنی و نیروهای آذربایجانی در مناطق اشغالی قره‌قاز سال تقریبا اوایل 95 این اتفاق افتاد. خب بحث‌های مختلفی اونجا شد، من همچون از ابتدای جنگ قره‌قاز در اون حوزه بودم و یکی از منتقدین جمهوری اسلامی در ادعای دفاع از شیعیان و حمایت از مسلمانان بودم، این رو قبلا هم در کلاس هم گفته بودم که بالاخره اگر جمهوری اسلامی واقعا در باور استراتژیش خودش به این نتیجه رسیده که عمق استراتژی که ما مثلا باید در سوریه باشه، این رو باید شفاف بیان بکنه، این که بیاد از عناوین مقدس استفاده بکنه که بتونه مردم رو توضیح بکنه، این غیر عقلانی است. و اگر واقعا جمهوری اسلامی دنبال دفاع از مسلمانان هست، خب در همین بیخ هوش ما در منطقه قره‌قاز به اصطلاح 1 میلیون نفر آواره شدند، 20% از خاک که خود خامنه ای آن را خاک جهان اسلام، خاک شیعه معرفی کرده، اشغال شده و نه تنها جمهوری اسلامی اقدام عملی خاصی برای کمک به آذربایجان نکرده، بلکه همیشه سنگ اندازی کرده تا جلوی صلح بین کشور و رفاه این دو کشور رو بگیره. این صحبت ها در این تلگرام شده بود. اصلا اتفاقا اون کانال تلگرامی هم بسته شد، یعنی تا آخر فروردین اصلا بسته شد.
اما در 11 اردیبهشت 95 که کمیسیون عالی انضباطی در سپاه برگزار شد و حکم قطعی به اخراج من دادن، البته قطعی نبود، قابل اعتراض به دیوان عدالت اداری بود که بعدها اعتراض کردم و دیوان هم نظر من رو قبول کرد. اما پس از این، یعنی در 26 اردیبهشت ماه، خب بهش بار من رو به حفاظت اطلاعات فرا خوندند و گفتند که از سوی وزارت اطلاعات شما به علت تشکیل گروه و عضویت در گروه به افشای اطلاعات به اصطلاح متهم شده اید و به صورت نیابتی این رو از تبریز فرستادند، به اصطلاح افرادی رو خود وزارت اطلاعات دستگیر کرده، اما چون شما نظامی هستید این به حفاظت اطلاعات وقوع شد. ظاهرا یک روز هم سر این درگیر شده بودن. در واقع ماجرا این بود که حفاظت اطلاعات رصد می کرده، وزارت اطلاعات متوجه شده که این کار نقدی من رو بازداشت خواهند کرد، وزارت اطلاعات پیش دستی کرده بود و افراد رو بازداشت کرده بود با این فکر که چون رضایی هم به اصطلاح اخراج شده، لذا سپاه نمی تونه این رو تحویل بگیره، این یک مدتی در اختیار ما خواهد بود، ما تحویل اطلاعاتی خواهیم کرد و پس از اون حالا یا مورد بهره برداری قرار میگیره یا به نوعی به اصطلاح مورد تنبیه و انتقام به نوعی. همون روز ببینین شما، برای اینکه خیلی وارد جزئیات نشیم به لحاظ ضیق وقت عرض میکنم، شما در اردیبهشت 95 توسط وزارت اطلاعات بازداشت میشین؟ حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات حکم ضرب گرفته بود، اما چون به اصطلاح نظامی محسوب می‌شدم، یعنی چون در جایگاه سری کار کرده بودم، اصولا بعد 5 سال بعد اخراج یا بعد بازنشستگی هم حفاظت اطلاعات میتونست که ضابط قضایی ما بشه. بله، خب بنابراین حکم و حفاظت اطلاعات سپاه از وزارت اطلاعات میگیره و شما رو بازداشت میکنه. در آبان 94 که احضار میشید، کی شما رو احضار کرد و چه نهادی دنبال پرونده بود؟ حفاظت اطلاعات بود. حفاظت اطلاعات سپاه. و اساس حرفشون چی بود؟ حالا کاری ندارم به اینکه چی اونجا نوشتن تو اون برگه اتهامی، اساس حرفشون چی بود؟ یعنی مشکلشون با شما چی بود؟ مشکلشون این بود که شما نظراتی رو دارید، به نوعی به اصطلاح اون هژمونی سپاه رو نمیپذیرید و گرایشات فکری مستقلی رو دارید. من معتقد بودم که من یک آدم علمگرا و عقلگرا هستم و به راحتی از چیزی رو نمیپذیرم، این رو منوط به عقل و علم میدونم و بعد بودم تصمیم میگیرم. این رو اینها با توجه به سوابقی که از من در فیسبوک و اتفاقهایی پیدا کرده بودن، مثلا یک زمانی در یک گروهی تحت عنوان انجمن آتیست ها و اگنوستیک های ایران بودم و گاهن هم نظراتی رو اونجا داده بودم، اینها رو استناد قرار دادن که شما در واقع از دین خارج شده اید، به نوعی حکم ارتداد به من منصوب کردن. هرچند من هیچ وقت خودم رو آتیست نمیدونستم، الان هم نمیدونم، همون موقع هم که در کمیسیون سوال کردن گفتم که من خودم رو به فرد عقلگرا و علمگرا میدونم و شاید نظراتم نزدیک به اگنوستیک باشه. ببینید شما طبیعتا میفرمایید که به لحاظ نظری حفاظت اطلاعات سپاه خلاصی یقتون گرفته بود، مدت‌ها شما سال‌ها به عنوان استاد نمونه کلاس‌هایی که مربوط به اطلاعات سپاه بود، مربوط به اطلاعات سایبری بود، مربوط به جنگ نرم بود، شما استاد نمونه بودید و حتی سال 92 یک تقدیرنامه از طرف رئیس سازمان اطلاعات سپاه حسین طائب برای شما صادر شد، فرستاده شد که از شما تقدیر کرده بود به عنوان مدیر بهترین نمونه مدرس این عرایزی که کردم. خب سوال این است، سوال مشخص من اینه که چگونه می شود خلاصه یه نفر 28 سال در سپاهه، بیش از 20 سال به فرمایش شما
در بخش اطلاعات سپاه، از مسئولان ارشد اطلاعات سپاه. او ناگهان میرن سراغش و اخراجش میکنن از سپاه. فقط یک سال برخوردم چندان سخت نیست، برخورد نرمی باهاتون میشه و یک سال زندان و بعد اول تبرئه، بعدن به هر حال در رفت آمدهای، حالا من کاری ندارم به سیستم بوروکراسی و اداری جمهوری اسلامی، بعد از یک سال آزاد میشید. و بعد آیا بعد از اینکه آزاد شدید قاچاقی از ایران خارج میشین؟ بله قاچاقی خارج میشین و از ایران قاچاقی خارج میشین، فرار میکنین در واقع. و چنان که در رزومتون بنده نگاه میکردم دیدم وثیقه گذاشتید آزاد شدید از زندان و بعد اون وثیقه رو هم خب بالا کشیدن وقتی که شما فرار میکنید. میگم نرم برخورد کردن یعنی این که حتی اصلا وثیقه گذاشتن. یه آدمی در یه همچین سطحی چجوری اینقدر نرم باهاتون، چجوری اولا مخالف شدین بعد از 28 سال کار متعهدانه و وفادارانه در سپاه؟ حالا بعدا درباره مسئولیت ها و جایگاه های کارتون و به طور کلی آنچه که به داخل یعنی چند دسته میشه بحث ما، من اینو روشن بگم، یک دسته مسائلی است که مربوط به سرهنگ پاسدار علی رضایی میشود، یک دسته بحثمون مربوط به مسائل داخلی کشور است و سرکوب در واقع، یک بحثمون مربوط است به مسائل خارجی و اون مأموریت هایی که به ویژه سپاه اردبیل اطلاعات ذی قیمت که دارن آقای رضایی در پیوند با جمهوری آذربایجان و مسائلی که به این مسیر و این ساختار در واقع هدایت شده سپاه پاسداران در اون منطقه مربوط می شود. خب پس شد داخلی خارجی. و قبل از اینها درباره اصلا ساختار اطلاعات سپاه، پیوندش با بیت و به طور کلی چگونه این ساختار عمل میکنه، بعد در استانها چجوری کار میکنه اینا. پس میشه بس سه قسمت بحث ما بعد از اینکه درباره خود آقای رضایی صحبتمون یه مقدار جمع و جور شد. بنابراین آقای رضایی خیلی وقت نداریم، ببینیم حالا تا کجا پیش میریم، جمع و جورش کنیم که بتونیم نتیجه بگیریم و بیننده ها هم خسته نشن، از در واقع وارد گپ و گفت نشیم، شما جمع و جورش بکنید، خواهش میکنم. خب یک اینکه همین سوالی که کردم روشنه، بفرمایید. خواهش میکنم، من دیگه تکرار نمیکنم. خدمت شما عرض بکنم که نیروهای اطلاعاتی معمولا چون درگیر با اطلاعات هستند و جامعه رو بهتر از بقیه گرفتند. من که سالها در محیط خارج از پادگان بودم، در مرکز اطلاعات برون مرزی کار میکردم، دسترسی به اینترنت داشتم، دسترسی به ماهواره داشتم، ازا ذهن الان به زعم خودم ذهن نسبتا روشنتری نسبت به بقیه که همیشه در محیط پادگانی بودن، در جلسه قرآن و قرآن شنبه و نمیدونم سیاسی دوشنبه و سخنرانی چهارشنبه و اینها شرکت میکردم. خب من متفاوت بودم، حتی اکثر بر از سال یک بار یک هفته در قم یا مشهد در دوره های عقیدتی شرکت میکردم که همیشه هم من جز اون پرسشگرها بودم. گاهی پرسش انقدر زیاد میشد که اون استاد به اصطلاح کلافه میشد. یک بار یکی از این اساتید روحانی به من گفت که ول کن این سوالها رو، خودت هم به درد سر میفتی، ما رو هم به درد سر میفتی. خب به هر حال من نمیگم که خیلی آدم نخبه و به اصطلاح چجوری میگن عالمی بودم، اما خب ذهن نسبتا کاوشگری بود داشتم و سعی میکردم مطالعه بکنم. یک مقطعی هم در حوزه اعتقادی واقعا سوالات و ابهاماتی برام پیش اومده بود، مخصوصا که اینها رو تدریس هم میکردم. مثلا من یک زمانی در حوزه به اصطلاح تهدیدات فضای مجازی همین حوزه تهدیدات اعتقادی را هم تدریس میکرد. خب شبهاتی که در حوزه اعتقادی هست برای من هم هست و خیلی موارد هم تلنگرهای اساسی به من میزد. این سر جای خودش. در خصوص عمل کردم هم من باز هم عرض کنم که من بیشتر خدمتم در حوزه برون مرزی بوده و به زعم خودم هم کارم درست بود.
یعنی در دوره اطلاعاتی مخصوصا در دوره که در آذربایجان کار میکرد به عنوان تخصصی کار میکردن و این هم به اصطلاح وقتی که چجوری بگن احتمال میدن که حالا تو ذهن شما این اومده که شاید در برخورد با ملت بوده، من در تقابل با ملت و مخالفین نبودم و در حوزه مرزی فعالیت در حوزه تدریس هم همینطور معمولا سعی میکردم که مطالب بروشتری رو تدریس کنم ازا همیشه نمرات خوبی کسب میکردم. آقای رضایی درباره اینکه در داخل یعنی ببینید من اصلا نمیخوام میگم جدل کنیم درباره مسئولیت شما، چون این زمان زی قیمتر از اون است که موضوع شخص شما در واقع مطرح باشه، منتها فقط یادآوری میکنم که شما به عنوان جانشین اطلاعات سپاه در استان اردبیل فقط حضور و فعالیتتون منوط به مسائل قطعا خارج از کشور یا جمهوری آذربایجان که هم مرز است با استان اردبیل نمیشه. ما اگر نقشه مثلا استان اردبیل رو ببینیم، استان اردبیل اولا اهمیت بسیار مهمی داره به دلیل هم مرزیش با جمهوری آذربایجان، از اون طرف با در داخل کشور با استان آذربایجان شرقی و با استان گیلان. در استان آذربایجان شرقی ما میدونیم که همیشه حتی بعضن تظاهرات مردمی در خیلی از شهرهاش بیش از استان اردبیل بوده است و به هر حال اطلاعات استان اردبیل نمیتونه بی تفاوت بوده باشه نسبت به وقایعی که در داخل کشور میگذره. اینها رو میذاریم بعد از اینکه درباره ساختار سپاه صحبت کردیم، لااقل بذاریم یک نتیجه‌ای بگیریم. من آخرین سوالم ازتون بکنم درباره وضعیت خودتون که عرض کردم، چرا سپاه شما رو اینقدر نرم برخورد کرد باهاتون وقتی اخراج کرد؟ سپاه به هر حال بیاد شما رو یقتون رو میگیره، میگه آقا شما در تمام صحبتایی که کردین چند تا نکته برجسته بود، یکیش این بود که اومدن گفتن آقا اصلا مرتدی، و دو اینکه گفتن شما طبق بند جیم که یعنی شما نه عملا به جمهوری اسلامی وفادارید و نه به لحاظ اخلاقی، اخلاقی که اونا میگن در چارچوب در واقع کادر سپاه میتونین جا بگیرین. خب وقتی که میان به یک افسر ارشد، به یک سرهنگ سپاه چون تمامی میزنن، آیا شما تنها اولا به این نتیجه رسیده بودین؟ آیا سپاهی های دیگه نیستند که در اونجا که از شما پشتیبانی کنن یا با شما کار میکردن یا نمیکردن؟ آیا تکی بودین؟ آیا شبکه‌ای در سپاه بود مخالف در واقع این سیستم حاکم بر سپاه پاسداران و کل حکومت؟ یا من نمیدونم چرا، میگم تعجب من از برخورد نرم دستگاه اطلاعاتی کشور با شما بوده. خواهش میکنم. آقای خلاعتی این اصلا نرم نبود، اتفاقا خود مسئولین حفاظت اطلاعات به اصلا تعجب می کردن از شدت برخوردی که با من شد. مسئول حقوقی حفاظت اطلاعات سپاه بعدم به من گفت که افرادی با مسئولیت بسیار بالاتر از شما با مشکلات اعتقادی و اخلاقی و مالی و غیره بالاتر از شما حدود دارن که سپاه اینها رو تحت نظر قرار میگیره که بازنشست بشن برن، هیچ وقت هم برخوردی باشون نمی کنید. به اتفاقا با من که صحبت کردن که شما بازنشسته خواهید شد، به این عنوان نه تنها زیر بار این بازنشستگی نرفتن، بلکه من علاوه بر اینکه تفتیش عقاید شدم تحت فشار روانی بسیار شدید، دو پرونده قضایی برای من ساختن که روانه زندان بکنن، باز موفق نشدن، پرونده سوم رو رو کردن و در این پرونده سوم اتهامات بسیار سنگینی رو متوجه من کردن که حتی میتونست با مرحله اعدام پیش بره. اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، سرقت اطلاعات، افشای اطلاعات، شروع به جاسوسی، تشکیل گروه و همه اینها اتهامات بسیار سنگینی بود. اگر من فکر میکردم که مثل دو پرونده قبلی میتوانم از دستشون در برم، قطعا به خارج از کشور نمی اومدم. اما واقعا کیفرخواست 50 صفحه‌ای که برام نوشته بود، احتمال اون برخورد بسیار سنگین که اشد مجازات رو هم
برای من خواسته بودن وجود داشت. شما بیرون بودین که این پرونده سومو براتون چیز کرده بودن، درست کرده بودن؟ نه، با همین پرونده سوم بود که یک سال در زندان بودم. دادگاه شعبه دوی دادگاه انقلاب تهران از خودش سلب مسئولیت کرد، گفت ایشون نظامی هست. پرونده رفت به دادسرای نظامی تبریز، بازپرس تبریز گفت که اگر جرمی اتفاق افتاده در اردبیل بوده، این اصلا چرا تو تبریز زندانیه؟ از تبریز دوباره من رو فرستادند اردبیل، یک بازپرس دیگری رو به اسم معرفی کردن. ایشون وقت نکرد، قاضی شعبه دوم رو که واقعا یک ارتشی بود و در واقع باوزدان ترین آدمی بود که من در سیستم قضایی دیدم، ایشون اومد و پرونده من رو خوند و گفت که من واقعا میبینم که به هر طریقی میخوان شما رو روانه زندان بکنن. البته تا اونجایی که شنیدم با ایشون هم برخورد شد، چون بعد این ماجرا پرونده من رو از اردبیل گرفتن و علارغم اینکه قانون تاکید داره که پرونده های سرداران یعنی در درجات 17 به بالا باید در تهران رسیدگی بشه، ولی پرونده من رو فرستادن به دادسرای نظامی تهران. در دادسرای نظامی تهران هم در شعبه ویژه پرونده من رسیدگی شد. واقعا کیفرخواست رو که صادر کردم، خب من قبول نکردم وکیل بگیرم، به دلیل اینکه یک لیست 20 نفره از وکلای مورد تایید خودشون رو جلوم گذاشتن که یکی از اینها رو میتونی وکیل انتخاب بکنی. خب من قبول نکردم، گفتم این وکیل شماست. کیفرخواست رو خودم خوندم و اعتراض کردم که هیچ دفاعی از من در کیفرخواست نیومده بود. در واقع همه مطالب حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان کیفرخواست اونجا مطرح شده بود که میتونست خطر واقعی رو برای من به وجود بیاد. و چی شد که اومدیم بیرون از زندان؟ همین عرض کردم، اون قاضی میگم ارتشی بود، خدا حفظ کنه، میدونم که سر این ماجرای من ایشون هم تنبیه شد به نوبت شد. ایشون قبول کرد که با وثیقه 300 میلیونی و وثیقه گذاشتن خونم من موقت آزاد بشم تا در دادگاه شرکت، تا زمان دادگاه، که بعد این پرونده به تهران فرستاده شد و قبل از اینکه دادگاه شروع بشه من آقای رضایی، قبل از اینکه من درباره ساختار و تشکیلات سازمان اطلاعات سپاه ازتون بپرسم یه سوال دیگه، آیا نارضایتی در فرماندهان سپاه، در افسران ارشد سپاه به طور کلی، حالا در استان اردبیل یا جاهای دیگه ای که شما احیانا اطلاع دارین، آیا این نارضایتی وجود داره؟ آیا ریزش در بدنه بالایی سپاه آیا واقعی است، انجام میشه؟ و میخوام ببینم چقدر این صحبتایی که درباره نارضایتی بخشی از بدنه سپاه و به ویژه فرماندهان سپاه و افسران سپاه هست، اینا شایعه است یا واقعیت داره؟ این قطعا واقعی است و روز به روز همین ریزش ها به ابعاد جدیدتری رو به خود میگیره. خدمت شما عرض بکنم که در دو سال گذشته، مخصوصا بعد آبان 98، در هیچ کدام از فراخوان هایی که در به اصطلاح زمان های امنیتی داده میشه، اون یگان های به اصطلاح شورش مثل گردان های امام علی و غیره به حد نصاب نرسیده. در همین فراخوان های اخیر اطلاع دارم، یعنی این اطلاعات هست، میزان تمارزی که در بین پرسنل سپاه بود و بهانه تراشی که من امروز نمیتونم و دنبال مرخصی بودن در اوج. این نشون میده که بالاخره بدنه سپاه و بخش میانی آن حتی به این نتیجه رسیدن که نمیتوان جلوی مردم وایستاد و الان اون ساختاری که سپاه به سمتش رفته دشمن خودش رو مردم ایران میدونه و تقابل هایی که از این به بعد صورت میگیره قطعاً با مردم ایران خواهد بود، که در حوزه به اصطلاح سازمان اطلاعات سپاه هم دقیقاً همین بود. یعنی دوره آقای طایب اومد بعد سال 88 و سازمان اطلاعات رو تشکیل داد، هدفش این بود، یعنی حرف آخر این بود که از این به بعد این تهدید جمهوری اسلامی در داخل هست. به عبارت ساده تر، از این به بعد مردم ایران دشمن سپاه و دشمن جمهوری اسلامی هستند. ببینید، اطلاعات سپاه اصولا از کی تشکیل شد و این نکته آخری که گفتین بسیار مهمه در هدف گذاری در واقع اطلاعات سپاه.
که طائب چون این گفته است و خب آیا این گفته واقعا پذیرفته شده است که دشمن عمده در گام نخست در برابر سپاه داخل هست، یعنی مردم هستند، یعنی مخالفین، حالا داخل یعنی هم از ناراضیان سپاه میشه، نظامی ها میشه، هم از مردم کف خیابون همه. این از کی در واقع تبدیل شد به قول خودشون به یک دکترین در داخل سپاه؟ و اینو خواهش میکنم توضیح بدین، در واقع ساختار سپاه و این دکترین سپاه. خواهش میکنم. اگر بخوایم از ساختار سپاه شروع بکنیم، باید برگردیم به اون ابتدای انقلاب. سپاه به جای ساواک اومد، یعنی سپاه مسئول امنیت کشور. اما بعد شروع زنگ و کشیده شدن سپاه به زنگ و مخصوصا بعد آزادی خرمشهر، سپاه اعتماد به نفس بالاتری رو یافته بود و فکر میکرد که با همین روشی که مثلا خرمشهر رو آزاد کرد میتوانه تا کربلا و بعد حتی تا قدس پیش بره، لذا جلوی اون به اصطلاح پیشنهادهای صلح رو گرفت و وارد عملا وارد جنگ شد. در این بین بالاخره اختلافاتی که در داخل وجود داشت و ریزش‌هایی که همون موقع در بدنه انقلابیون شکل گرفت و مخصوصا سازمان‌هایی مثل مجاهدین خلق که جدا شدند و به تقابل با حاکمیت پرداختند، از دل سپاه وزارت اطلاعات در سال 62 بیرون اومد و سپاه بیشتر اون جنبه نظامیگری خودش رو این بود ادامه داد که خب به جایی نرسید و عملا در سال 67 مجبور به پذیرش قطعنامه و آتش‌بس شدند. بعد زنگ سال در واقع دهه 70 دهه بی‌هویتی سپاه هست، یعنی سپاه برگشته به عقب، کلی لشکر و تیپ و تانگ و زرهی داره، در حالی که کشور هم ارتش رسمی داره هم وزارت اطلاعات داره، یعنی دیگه جایگاهی برای سپاه نیست. به عبارت دیگه سپاه یک نهاد سربار شد برای کشور. برای همین در همون دهه بحث انحلال سپاه یا به عبارت بهتر ادغام سپاه در ارتش و نهادهای دیگر مطرح شد و حتی برخی از نیروها رو به اصطلاح به نیروی انتظامی و جاهای دیگه اجازه دادن که بره. در دهه 70 موضوع اصلاح طلبی مطرح شد و سپاه این مأموریت رو که وظیفه من حفاظت از انقلاب اسلامی هست و انقلاب اسلامی داره دچار آسیب میشه، موضوعی که اون موقع تحت عنوان شبیخون فرهنگی و نمیدونم مباحث این چنینی بود، مطرح کرد. البته ورود سپاه به سازندگی هم به نوعی نفس داد به سپاه تا خودش رو پیدا بکنه. مرکز مطالعات سپاه زیر نظر آقای عزیز جعفری در اوایل دهه 80 چیستی سپاه رو تعریف کرد. زیر نظر محمد علی جعفری که معروف به عزیز جعفری هست. بله. اون موقع مسئولیتش چی بود عزیز جعفری؟ من فکر میکنم یا نیروی زمینی بود یا همون مسئول مطالعات راهبردی سپاه بود. این چیستی سپاه از مرکز مطالعات راهبردی بیرون اومد که به این نتیجه رسیدن که ما یک نیروی به اصطلاح مأموریت محور نیست، بلکه یک نیروی تکلیف محور است. به عبارت دیگر هیچ کسی به ما مأموریت نمیده و مأموریت یا به عبارتی رسالت رو ما خودمون تعیین میکنیم. البته اومدن سه بخش تهدید رو تعریف کردن: تهدیدات حوزه سخت، تهدیدات حوزه نیم سخت و تهدیدات نرم، و دو بخش رو تحت عنوان عمق بخشی تعریف کردن که عمق بخشی داخلی که اون موقع حالا بیشتر بسیج انجام میداد و عمق بخشی خارجی که وظیفه آن به عهده سپاه قدس نهاده شد. پس از این ماجرا مخصوصا در سال 88 این عمق بخشی در واقع برگردون همون نفوذ دیگه، درست میگم؟ نه، عمق بخشی منظورشون این بود که ما باید نیروهای تراز انقلاب رو تربیت بکنیم و وارد بدنه اجرایی کشور بکنیم، یعنی از رئیس جمهور و نماینده مجلس رو نمیدونم نمایندگان خبرگان گرفته تا ورزشکار رو نمیدونم دانشجو و دانشمند و هر کس دیگری تربیت شده بسیج باشه و فردی در تراز انقلاب باشه. خب در داخل و در خارج از کشور؟
در داخل این بود، در خارج از کشور تربیت نیروهای اسلامگرایی که بتوان با توسل به اون کشورهایی که به خصوص اکثریت شیعه رو دارن حکومت رو به نفع به اصطلاح حکومت شیعه مبتنی بر ولایت فقیه و نهایتا اون امپراتوری شیعه که حالا تحت عنوان هلال شیعه یا امپراتوری شیعه مطرح هست به تحقق این برسید. ببینین این فکر در واقع و این هدف از اول انقلاب بوده است، از زمان خمینی بود و همیشه هم گفته میشد. اگر ما بخوایم اینجا یه جمع‌بندی بکنیم از این فرمایشات شما، یعنی اینکه سپاه در دهه 70، درست میگم در دهه 70 و با تلاش در واقع عزیز جعفری که بعداً شد فرمانده کل سپاه، به این نتیجه رسید که خودش در واقع عامل اجرایی این فکر باید باشد در داخل و خارج از کشور، یعنی به سمت نظامی کردن دولت سیاسی به طور مشخص و فرماندهی نظامی بر ادارات دولتی و دولت مدنی در واقع، و خب اون ماجرای نیروی قدس و اینام که بحث دیگری است. درست عرض میکنم؟ بله. خب سپاه خودش رو حافظ انقلاب میدونست و میخواست که با سنگ و دندان از جمهوری اسلامی دفاع بکنه در حوزه های مختلف، مخصوصا اون جاهایی که صدای معترضی بود. به هر حال مثلا یک نماینده مجلس مخالف میتونست تأثیر بسیار بزرگی رو بر جامعه داشته باشه. لذا اینکه همه نمایندگان مجلس یا اکثریت نمایندگان مجلس کسانی باشه که ما قبلا با اینها صحبت کرده ایم، تربیت کرده ایم، آموزش داده ایم از اینها باشه، در همه حوزه ها، استاندار، فرماندار، وزیر، معاون وزیر و همه آنها که خود در دولت رئیسی تا شاید بالای 80% رو هدفشون رسیدن. بله. خب ببینید فرماندهی سپاه، بذارین در روی بسیج که شما اشاره کردین من بگم. بسیج خب سازمان زیر نظر سپاه و آیا یک خودش سازمان یا نهاد اطلاعاتی داره یا نداره؟ اگه داره سازمان اطلاعات بسیج چی کار میکنه؟ یعنی چه فرقی داره با سازمان اطلاعات سپاه؟ ببینید اطلاعات در سپاه به دو حوزه اشراف اطلاعاتی و حوزه اقدام اطلاعاتی تقسیم میشه. حوزه اشراف اطلاعاتی در اختیار اطلاعات سازمان بسیج هست که در ساختار خودشون در هر پایگاه مقاومتی یک مسئول اطلاعات دارن و تا 5 نفر عنصر اطلاعاتی. خب در جاهایی که پایگاه بزرگ هست و نیروی زیادی داره معمولا این تحقق پیدا میکنه، اما در جاهایی که پایگاه سالی دوبار هم باز نمیشه بیشتر به اصطلاح حالت کاغذی داره. علاوه بر این سازمان اطلاعات سازمان بسیج از شبکه مجازی استفاده میکنه که خود مثلا در اون موقع زمان بیشتر حول به اصطلاح جمع‌آوری اطلاعاتی که در جامعه مطرح هست، از فکرش رانندگان تاکسی، بازاریان و معلمین بیشتر استفاده میشد و این یک رابطه دو طرفه بود. یعنی ضمن اینکه از اینها اطلاعات رو جمع‌آوری میکردن، در قسمتی به نام 600 یا عملیات روانی اقدام تقابلی اون یا در واقع صحبت هایی که در تقابل اون بایستی ترک بشه اینها هم طراحی میشد و به اینها فرستاده میشد که در برابر این شبهاتی که در جامعه هست این رو بگیر. آقای رضایی معذرت میخوام چون به معلمین اشاره کردین، من خیلی حساسم به معلمین اشاره کردین، آیا منظورتون مربیان تربیتی به اصطلاح هستند یا نه معلم؟ نه رفتی نداره که رشتش چی باشه. کسی که به اصطلاح نزدیک به بسیج باشه و این رو اطلاعات بسیج بتونه جذب بکنه، افرادی که از فن بیان خوبی برخوردار هستند، با دانش آموزان راحت هستند، اجازه میدن همه حرفاشون رو بشنون، چون فکر بر این هست که بالاخره هر دانش آموزی در یک خانواده هست و مجموع اینها میتونه نظرات داخل خانه ها رو هم به اصطلاح جمع‌آوری بشه. بله. از این شبکه تحتون بله بفرمایید. بله بله. علاوه بر این اطلاعات بسیج گشت های اطلاعاتی رو داره که در سطح حوزه ها به کار گیری می کنه، گشت خودروی، گشت موتوری، گشت پیاده که خب
کسی که عضو این گشت ها بشه، مثلا عضو گشت خودرویی هست، باید خودروش هم خودش بیاره. کسی که عضو مثلا موتوری هست، باید موتورش هم خودش تعمیر بکنه، فقط سپاه بنزین و گاهی در حد یک ساندویچ و کیک بهشون به اصطلاح رسیدگی میکنه. اینها بیشتر اون عشق بیسیم و عشق و شوکر هایی هستن که معمولا در ترساس هم میشن. عجب. در این حوزه اشراف اطلاعات، یعنی پولی براشون نداره چندان؟ نه اصلا در بسیج به جز این اواخر که برای یگانهای ضد شورش مشبک های مثل وامپک نظام میدونی در نظر گرفتن، چون واقعا کسی دیگه نمیاد خوز به یگان ضد شورش میشه، اما در حوزه اطلاعاتی معمولا در حد همین کیک و ساندیس و در بعضی موارد حالا مثلا سه ماه چهار ماه یه 8000 تومنی یه 5000 تومنی پوزیبی هم بهشون بدن، در این حد هست. خب آیا شما به عنوان یک اطلاعاتی ارشد سپاه آماری داشتین که زورگیری، باجگیری مثلا از طرف بسیجی ها از مردم؟ منظورم اینه که وقتی که مشکلشون با پول حل نشه و به قول شما عشق بیسیم و لاتبازی و این چیزا باشه، خب خیلی راحت میتونن تو سر مردم بزنن. خلاصه خب من خیلی تو این حوزه نبودم و آمار ندارم، چون حوزه برخورد با تخلفات حوزه حفاظت اطلاعات. اما وقتی به زندان رفتم در بند 11 زندان مرکزی تبریز، نزدیک به 3-4 ماه اونجا بودم که اتفاقا بند ویژه معتادان بود، تقریبا هر کسی رو که اونجا دیدم بسیجی بود و بعدها به حفاظت اطلاعات هم گفتم که با اکثر کسانی که من زندان دیدم اینها رو یا نمونه اینها رو در بسیج خیلی دیدم. عجب. یعنی بزهکاران اکثرشون اونایی که اونجا بودن بسیجی بودن. خیلی جالب. بله. ببینید درسته، یعنی افراد نابلد نبودن هیچ کدوم. ببینید، یعنی من برای روشن شدن فقط بیننده های عزیز عرض میکنم، یعنی بزهکاران که عرض میکنم، یعنی یا تجاوز کردن یا زورگیری کردن از مردم یا دزدی کردن یا حتی قتل کردن، مثلا اینا که فرمودن آقای رضایی که چیز بودن. آقای رضایی، فرمانده های سپاه در این ساختار سپاه که توضیح میفرمایید، فرمانده سپاه الان، خب سازمان اطلاعات سپاه آقای حسین طایبه که گفته می شود پیوندهای نزدیکی دارد با بیت و به ویژه با مشتبه خامنه‌ای. فرماندهان سپاه که هر کدوم کل سپاه زیر نظر خامنه‌ای است و فرماندهاش رو آقای خامنه‌ای منصوب میکنه، دستور از کی می گیرند فرمانده های سپاه؟ شما فرمودید که سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه با آمدن حسین طائب و تشکیل اطلاعات سپاه تبدیل شد به اصطلاح خودشون به یک تشکیلات خودمحور فرمودین، مردم محور فرمودین، نمیدونم کدوم چه اصطلاحی به کار میبرن. رسالت محور. حالا تشکیل محور، رسالت محور، تشکیلاتی که دستور از جای دیگه نمیگیره، یعنی از فقط از فرماندهی واحد خودش میگیره، یعنی از آقای خامنه‌ای و نه از جای دیگه. خب این فرمانده ها آیا یعنی تمام اقداماتی که سپاه در حوزه اطلاعات، در حوزه نظامی، در حوزه اقتصادی، در حوزه برونمرزی انجام میدهد مستقیما دستور از خود شخص خامنه‌ای گرفته میشه؟ اینطور نمیشه گفت همه رو مستقیما از خامنه‌ای گرفته میشه، چون افراد تاثیرگذار در سپاه و نهادهای تاثیرگذار دیگری هم هستن. به عنوان مثال حوزه سیاسی در سپاه زیر نظر حوزه نمایندگی ولی فقیه هست و معمولا نمایندگی ولی فقیه تحت تاثیر دو نهاد جامعتین هست، یعنی جامعه مدرسین حوزه نیروگم و جامعه روحانیت مبارز تهران. این دو نهاد رو من در تصمیم گیری های سیاسی پشت صحنه سپاه مؤثر دیدم. خب در این تشکیلات ها افراد متعددی هستن که سابقه چجوری بگن متعدد امنیتی هم داشتن، مثلا آقای پور محمدی وزیر اطلاعات بوده، جزء اون هیئت مرگ بوده و افراد اینچنینی هم هستن که تاثیرگذار هستن.
در ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری که معمولا در هر مقطعی سپاه از یک نفر به عنوان اصلی و یک یا دو نفر به عنوان یدکی حمایت میکنه، نظر زامته این هست که این دفعه چه کسی کاندیدای مقطع سپاه هست و بایستی سپاه تلاش کنه که این رأی بیاره. لذا این جامعه این در حوزه سیاسی من تاثیرگذاری شد دیدم. شخص آقای مصطفی خامنه‌ای در حوزه اطلاعاتی قطعا تاثیرگذار هست. تنها جایی که من عکس مصطفی خامنه‌ای رو دیدم سالن های به اصطلاح معاونت های سازمان اطلاعات سپاه هست که به نوعی این القا رو به کارکنان میکنه که رئیس اصلی اینجا آقای مصطفی خامنه‌ای. ضمن اینکه آقای طایب به عنوان رئیس سازمان اطلاعات به اصطلاح شاگرد درس خارج آقای خامنه ای از و بوده و به اصطلاح تردد ثابت و منظمی به بیت داره و معمولا هم بعد هر جلسه صحبت های خصوصی رو در حضور آقای مصطفی خامنه ای با شخص رهبری داره و دستورات رو احتمالا مستقیم میگیره. علاوه بر این آقای طایب وقتی اومد برخی از فرماندهان هم مخالف بودن با ایشون. یکی از فرماندهانی که به نوعی سعی در مهار طایب کرد خود آقای عزیز جعفری بود. به استحضارتون برسونم که قدرت طایب انقدر زیاد شد که بسیاری از فرماندهان سپاه نگران بودن و بعضا هم مخالف بودن و میگفتن که این که ما وارد حوزه جرائم بشیم و بازداشت بکنیم و بازداشتگاه بزنیم و این حرفا، اینها باعث خواهد شد که مردم از ما رویگردان بشن و اون قدرت نرمی که یا نفوذ نرمی که در بین مردم داریم این از بین بره و طایب داره این به اصطلاح قدرت نرم سپاه رو کم میکنه. لذا آقای عزیز جعفری اومد و سردار محقق رو که اون موقع مسئول معاونت 1300 بود، یعنی مسئول معاونت داخلی اطلاعات بود، اوورد بالای طایب و گذاشت مسئول اختلاط راهبردی و اختیار نیروهای پنجگانه رو از طایب گرفت و در اختیار معاونت اختلاط راهبردی قرار داد. بعد اینکه آقای عزیز جعفری به اصطلاح خلع مسئولیت شد با اون وضعیتی که به نوعی تحقیرآمیز هم بود، سردار سلامی اولین اقدامی که کرد همین بود که معاونت راهبردی رو دوباره حذف کرد و سردار محقق رو دوباره آورد زیر امر طایب و اختیار اختلاف پنجرده رو دوباره به طایب برگرد. صحیح. ببینید چقدر چون طایب به هر حال درسته که یه آدم اطلاعاتی است، روحانی هم هست و شما فرمودین که بیشترین تأثیر رو فرماندهی سپاه از جامعتین به اصطلاح جامعه روحانیت مبارز و جامعه روحانیون مبارز میگیرد در مسائل سیاسی، چقدر فرماندهان سپاه با روحانیت پیوند دارن؟ من اینو باز ازتون در پیوند با ماجرای مثلا چه میدونم کودتا و فلان و این چیزا میپرسم. شایعه این که میدونین مثلا در دوره انتخابات سال 92 بسیار بحث شد این قضیه، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی به اسم اینکه کودتای سپاه در راهه همه بترسید فلان کنید بریم به روحانی رأی بدین مثلا. آیا اصولا این ماجرای کودتای سپاه و کودتای سپاه هم روحانیون هم میترسوندن که سپاهی ها با روحانیون خوب نیستن و بیان سر کار مثلا شما را منکوب میکنن و اینها، یک، آیا پیوند سپاه و روحانیت با توجه به توضیحی که دادین خب برعکس اینو ثابت میکنه، چقدره، چقدر محکمه و سپاهی ها یا بدون اصلا سپاه به عنوان یک نیروی ایدئولوژیک بدون روحانیت در جمهوری اسلامی ایران معنایی دارد یا نه؟ یک، اینو بفرمایید. خب این نه، اون واقعا به صورت عملی اداره فرماندهان به اصطلاح کنترل فرماندهان در حوزه عقیدتی و سیاسی در عهده حوزه نمایندگی ولی فریق هست که عرض کردم زیر نظر به اصطلاح تحت تأثیر جامعه این همیشه رفتار میکنه. البته حرف شما رو اصلاح بکنم، منظور از جامعه این جامعه مدرسین حوزه ادبیه هم به اضافه جامعه روحانیت مبارز هست. آها. نه مجمع روحانی اون که گرایش اصلاح طلبی داره. بله، ممنونم ازتون. خب یه نکته دیگر، پیوند سپاه و انتخابات در جمهوری اسلامی، آنچه هایی که سال 88 اتفاق افتاد و دیگه
من تکرار نمی کنم از نفوذ مجتبی خامنه ای در مدیریت و به اصطلاح مرسوم مهندسی انتخابات و بعد سال 84 سال 88 به ویژه اصولا سپاه تا اونجایی که شما میدانید و مسئولیت داشتید در استان اردبیل چقدر موقع انتخابات در واقع در مهندسی انتخابات نقش داره در خیلی صریح بپرسم ازتون در فریب دادن مردم نقش داره در بفرمایید من خودتون جواب بدید. بله ببینید شورای نگهبان در همه استان‌ها یک دفتر نمایندگی داره که معمولا یک روحانی نزدیک سپاه مسئول این. مثلا در اردبیل آقای بیدار که رئیس شورای نگهبان استان بود سالها در حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه تدریس میکرد و در کلاس‌هایی که در داخل سپاه برگزار میشد به عنوان مدرس میومد. علاوه بر این بسیاری از بازنشستگان سپاه مخصوصا بازنشستگان حفاظت اطلاعات و اطلاعات سپاه در دفاتر شورای نگهبان مسئولیت دارند. شورای نگهبان هم یک رده اطلاعاتی هم در داخل خودش داره که روی افرادی که احتمالاً کاندیدا خواهند شد بررسی میکنه. در حوزه استانی مثلا انتخابات و شورا و غیره. در حوزه کشوری هم همینطور هست. به هر حال کاندیداهایی که مطرح هست و به اصطلاح از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند باز هم نظر سپاه و نظر جامعه این هست. اما به هر حال بر اساس مساله این که بالاخره نظرات مختلف باشه رو قبول میکنند و بعد سپاه وارد میشه روی اون کسی که به قول معروف اصلح هست و نظر زامعتین بر این هست تبلیغات رو گسترده میکنه و سعی میکنه این رو از دل صندوق بیرون بکشه و گاهن هم موفق نمیشه. خیلی زاها موفق نشده. به عنوان مثال در انتخابات 80 که به اصطلاح کاندیدای اصلی سپاه‌های قالیباف بود خب نتونست در بیاره به مرحله دوم کشیده شد بین احمدی نژاد و رفسنجانی رقابت شد. خب اصلا احمدی نژاد کاندیدای مطلوب سپاه نبود در اون وضع دیده نمیشد اما به خاطر اینکه رفسنجانی رای نیاره سپاه اومد و پشت احمدی نژاد رو گرفت. در سال خب 88 هم به هر حال اون دوره اول احمدی نژاد سپاه تونسته بود در بسیاری از ارکان دولتی نفوذ بکنه و مخصوصا نهادهای پورسازی مثل وزارت نفت و وزارت نیرو رو در اختیار بگیره خیلی راضی بود و لذا باز از احمدی نژاد دفاع کرد و این ماجرای 88 آقای رضا سال 92 بفرمایید سال 92 رو هم بگین حالا تا بعد من سوال کنم بفرمایید. بله در سال 92 باز قالیباف کاندیدای اول سپاه بود و آقای جلیلی کاندیدای بعدی بود اما خب روحانی هم اونجا اومد که به اصطلاح کاندیدای مطلوب نبود. سپاه در اینجا خیلی جدی وارد شد. حتی از خود سازمان اطلاعات برای هر استان یک معین تعریف کردن که بیاد بررسی بکنه وضعیت سپاه استانها رو که آیا به اصطلاح روحانی میتونه رأی بیاره یا نه یا چیکار کنیم که رأی نیاره و اون کاندیدای مطرح رأی بیاره. در استان اردبیل هم معاونت 1500 یا معاونت ضد جاسوسی سازمان اطلاعات معین شد و اومدن با هم رفتیم به چند تا از ناحیه ها سر زدیم. یادم هست به ناحیه پارس‌آباد رفتیم در جلسه‌ای که فرمانده سپاه پارس‌آباد برگزار کرد. حالا جلسه چند نفره بود گفت که ما 60,000 نفر بسیجی گوش به فرمان داریم و قطعا اینجا به اصطلاح اینها حرف ما رو گوش میدن و رأی به اصطلاح رأی قالیباف و در مرحله بعدی جلیلی خواهد بود. موقع برگشتن این نماینده‌ای که از تهران اومده بود گفت واقعا اینقدر در یک شهرستانش کل جمعیتش مثلا 120-130,000 نفر 60,000 نفر بسیجی هست. خب نه واقعا نه اصلا در کل سپاه استان اونی که ما بگیم واقعا بسیجی گوش به فرمانی هست که در مراسمات شرکت میکنه در فراخوان‌ها میاد حتی اکثر 20,000 نفر هستن. در خود روز انتخابات هم همین شد. تا ظهر انتخابات خب در اون سپاه من حضور داشتم. اخبار انتخابات به تهران منتقل میشد. حدود ساعت دو من خودم با ما
معاونت 600 سازمان اطلاعات بسیط تماس گرفتم که در کشور وضعیت انتخابات چطور است. خیلی قاطع گفت که آقای قالیباف اول هست، اما احتمالاً روحانی و جلیلی به مرحله دوم در رده بعدی هستند، لذا این رو به فرمانده ها ابلاغ کردن که تشویق بکنید که رأی به جلیلی بدن که روحانی نتونه بالا بیاد. اما میبینیم که از صندوق این در نیومد و واقعا از همون اولین صندوقی که شمرده شد از یکی از دوستان آقای رضایی عذر میخوام فرصتمون کوتاه، من یک سوالی بکنم تا فرصت داریم اینو پاسخ بدین. ببینین گفتین سپاه نمیخواست رفسنجانی رئیس جمهور بشه، یا مثلا کاندیدای سپاه فلانی مثلا بود. حالا ما اصلا کاری نداریم که سپاه اصلا چه کاره سیاست باید باشد در قوانین خودشون، ولی بر اساس همین پیش بریم. سوالم اینه آیا سپاه خودش به این نتیجه میرسید که مثلا رفسنجانی نباید رئیس جمهور بشه، احمدی نژاد باید بشه، یا مثلا خود سپاه به این نتیجه میرسید که قالیباف نمایندش پشتش رو بگیره بره جلو و بعد مثلا ابلاغ میکنن که خب وضعیت الان اینجوری به جلیلی رای بدین. اینها همه آیا هماهنگ شده است از طرف بیت و در واقع حالا دستور مستقیم یا توصیه یا هر چیزی به هر اسمی، آیا از طرف بیت خلاصه رله میشه برای فرماندهی سپاه یا نه؟ من در این دو سه انتخاباتی که حضور داشتم نظر زامته حوزه نمایندگی قلی حوزه سیاسی سپاه رو تعیین میکنه و سیاست گذاری کلان رو به فرماندهان ابلاغ میکنه، میگفتن که زامته این از هر کسی تعیین بکنه ما اون رو برجسته خواهیم کرد. حوزه نمایندگی ولی فقیه، یعنی ما اگر مستقیم بخوایم نتیجه بگیریم یعنی ولی فقیه و نظر اونها رو سپاه عملی میکنه. خب سپاسگزارم برای امشب آقای علی رضایی، سرهنگ سپاه علی رضایی، جانشین اطلاعات سپاه در استان اردبیل. آقای رضایی ما در برنامه آینده هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم بود، مواظب خودتون باشین که ما همین ساعت در خدمتتون باشیم. بسیار ازتون سپاسگزارم. خب بینندگان گل، من عرض کنم خدمتتون همینطوری که وسط برنامه گفتم تون بگم که ما هفته آینده باز بخش از صحبت‌ها درباره مسائل داخلی که مربوط به سپاه پاسداران می‌شود و اطلاعات سپاه به طور مشخص، بعضی سوالا موند، هفته آینده ادامه خواهیم داد و بعد می‌پردازیم به بخش ضد جاسوسی و جاسوسی که مربوط است به ویژه جاسوسی و مسئله قاچاق مواد مخدر و تمام این داستان هایی که مربوط می شود به مرز آسترا و استان اردبیل و اینها. من ازتون خواهش میکنم با آدرس هایی که دارین الان میبینین تا در آخر برنامه خواهید دید، به تلگرام و اینستاگرام بنده یا صدای آمریکا، با آدرس هایی که میبینین حتما پرسش هایی اگه دارین از آقای رضایی برام بفرستید، هفته آینده مطرح کنید. بریم پرده آخر. موسیقی حرام زدنش بیشتر خرج داره برای ما. موسیقی حرام مثلا باید 10 تومن بدیم 2 دقیقه بزنن، حلالا رو با 5 6 تومن میزنن. خرجش بیشتر، خیلی تخصص میخواد که یه جوری با این وسایل بزنه که شهوت شما رو تحریک کنه. دیگه پاشو بری خونه، دیگه چاره نداری. اونجوری حرامه. چی جوری؟ شب و روزگار خوش.